این فیلم مستند تجربیه که داستانش روایت شاعرانه از شرایط کارگران و سختی کار در بزرگترین مزرعه نشکر کشور سنگاله. در روایت این فیلم بیننده شاهد یک روز کامل کار این کارگرانه که از 4 صبح تا غروب آفتاب ادامه داره. اصلا قرار نبود که این فیلم با این موضوع ساخته بشه. حضور من در کشور سنگال بخشی از یک برنامه آرت رزیدنسی بود که در کنکور شرکت در این رزیدنسی من پروژه فیلمی که پیشنهاد داده بودم مستندی راجع به مراسم جادو درمانگری در آفریقا بود و این پروژه بود در ادامه فیلم مستند قبلیم با نام اهل هوا که در جنوب ایران به همین مسئله می پرداخت و مراسم آیین زار رو نشون می داد. قرار بود در سنگال به دنبال شباهت‌های مراسمشون با مراسمی که در ایران وجود داره بگردم و تحقیق کنم. در روستاها و شهرهای شمالی سنگال شمنها یا جادو درمانگران رو پیدا کردم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اونا اجازه ندادن از مراسمشون فیلم برداری کنیم. بیشترشون میگفتن که باید از اجنه یا ارواحی که باهاشون ارتباط داشتن صحبت کنن و اجازه بگیرن و بعد 1-2 روز بهمون میگفتن که اون ارواح که باهاشون ارتباط برقرار کردن اجازه بهمون ندادن که این کارو انجام بدیم. تا اینکه اتفاقی در شهر سن لوی سنگال من و همکار آمریکاییم جیکوب وینر که اون هم در اون رزیدنسی مشغول به ساخت فیلم بود با یه آقای آشنا شدیم از مدیران شرکت نیشکر سنگال. با تعریف هایی که از نحوه کار و برداشت محصول برامون کرد و اینکه مزارع رو میگفت قبل از برداشت آتیش میزنن برای راحت کردن کار قطع نیشکرها، دیدیم که چه تصویرهای خوبی میتونیم داشته باشیم و چه موضوع جذابی خواهد بود. فیلم در شرایط بسیار سختی فیلم برداری شد، چه از نظر آب و هوایی و چه از نظر فشرده بودن کار. به ما اجازه مصاحبه با کارگران رو ندادن و در طول فیلم برداری یک مراقب برامون گذاشته بودن که نذاره با کارگر رو مصاحبه کنیم و از مشکلاتشون بگن و همین باعث شد که سعی کنم بیشتر با تصاویر حرفامو بزنم تو این فیلم. این فیلم روایت کلاسیک گونه سینمای مستند رو نداره و کاملا فیلمی تجربی با استفاده از پلان سکانس‌های طولانی و ترکیب بندی تصاویر شاعرانه با همراهی صدای خاص راوی فیلم با کلامی شاعرانه با الهام از اشعار سهراب سپهری و شب از میستیک و آداپته کردن بخشی از این اشعارشون در برگردان زبان فرانسه با توجه به موضوع فیلم در کنار موسیقی خوبی که آقای کریستوف رضایی برای این فیلم ساختن سعی کردم در تدوین و در کنار هم گذاشتن این عناصر طوری بیننده رو درگیر این فیلم کنم تا در آخر فیلم به یک کلیت و جمع‌بندی برسه. Au cri des hommes qui ne peuvent parler se mêle le désert du silence. Des rythmes de corps où s'arrachent les souffles. Les regards dans la nuit qui nous parlent. Les souffles où s'arrache l'instinct de survie. بیشتر اوقات ایده موضوعات کارهام رو از یک قطعه یا مصرع یا یک بیت شعر میگیرم که اغلب تمایلم به شعرهای معاصر و مدرنه و بعد با بست و گسترش دادن اون بیت شعر به یه ساختار و موضوع جامع دست پیدا میکنم و اون رو با مدیوم های مختلف به تصویر در میارم، یا فیلم یا ویدیو آرت یا عکاسی یا اینستالیشن. او فام parlez à la récolte promise celle des cannes à sucre
que font frissonner les vents. Au milieu de ces toujours qui s'obscurcissent sans cesse. Chantez, sœurs de la plénitude, aux couleurs diaprées. Emplissez donc mon sang de vos tendres voix. Traversez les sources transparentes. اینکه من چرا از شعر استفاده میکنم برای اینه که شعر این قابلیت رو داره که جهانی تجربه نشده رو در برابر ما میذاره که بیشتر اوقات با زندگی روزمره ما بسیار متفاوته. خب این دگرگونی ما رو به یک زایش جهان جدید میرسونه. حضور این فیلم در فستیوال روکارنو یک اتفاق بسیار خوبی بود که برای فیلم افتاد. امسال با توجه به شرایط کرونا برگزاری فستیوال لوکارنو یک سری نکات مثبت و منفی داشت. نکته مثبتش از این نظر بود که بخشی از فستیوال به صورت آنلاین برگزار شد و همین باعث شد که مخاطبین بیشتری از سراسر دنیا فیلم ها رو ببینند. ولی نکته منفیش این بود که حضور در جشنواره‌های در سطح لوکارنو این امکان رو به کارگردانان جوان میده که با افراد حرفه‌ای سینما از تمام دنیا از نزدیک آشنا بشن تا بتونن پروژه‌های آتی خودشون رو به اونا معرفی کنن و راهو برای فیلم بعدیشون هموار کنن و با مخاطبینشون از نزدیک گفتگو کنن. ولی خب متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقا امسال به خاطر بحران کرونا نیفتاد.